فصل توت فرنگیه و قراره با هم یه مربای توت فرنگی خیلی خوش رنگ و جذاب درست کنیم. من مریم ابراهیمی هستم و ازتون دعوت میکنم این ویدیو رو تا آخر ببینید. بریم که مواد اولیه رو ببینیم. یکی رو توت فرنگی داریم که بهتره از توت فرنگی های قرمز رسیده و سالم برای مربا استفاده کنیم. سر توت فرنگی ها رو جدا می کنیم. اگر سایز توت فرنگی ها بزرگ بود یک برش می زنیم و همه رو داخل یک ظرف قرار می دیم. حالا لایه به لایه یک لایه توت فرنگی می ریزیم داخل قاب دمه و یک لایه شکر و این کار رو تا انتها تکرار می کنیم و بعد قاب دمه رو یک شب داخل یخچال قرار می دیم تا توت فرنگی ها کاملا آب بندازن. خب بعد از یک شب همونطور که میبینید توت فرنگی کاملا آب انداخته. حالا قابلمه رو روی حرارت قرار میدیم تا مربا به جوش بیاد. اول حرارت زیاد باشه و زمانی که به جوش اومد حرارت رو کم میکنیم تا مربا سر نره و جوش ریز بزنه. مربای توت فرنگی کلا نیاز داره که 30 تا 40 دقیقه روی حرارت بجوشه و بیشتر از این رنگش رو تیره میکنه. 15 دقیقه اول نیازی نیست که کف روی مربا رو بگیریم. 15 دقیقه دوم حجم کف یه مقدار کمتر میشه و وقتشه که خیلی آروم از روی مربا جداشون کنیم. بعد از 30 دقیقه یه تست از غلظت شهد میگیریم. یه مقدار از شهد رو در ظرفی میریزیم و به مدت 1 دقیقه در فریزر قرار میدیم تا خنک بشه و بعد تست میکنیم. همونطور که میبینید آبکی نیست و غلظت خوبیه. حالا 1/2 قاشق چایخوری وانیل اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم و حرارت رو خاموش میکنیم. میتونیم یه دمکنی بذاریم و اجازه بدیم که مربا از حرارت بیفته. حالا به شیشه های تمیز و خشک منتقل میکنیم و داخل یخچال نگهداری میکنیم. مربای توت فرنگی ما. دیدین که چقدر راحت و آسون پخته میشه و در عین حال بی نهایت خوشمزه است. امیدوارم که از این رسیپی استفاده کنین و لذت ببرین.